درود بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر دوشنبه 18 اسد که برابر می شود با 9 آگست. سرخط خبرها. فیصله نشست بزرگان سیاسی با رئیس جمهور در مورد تجهیز نیروهای مردمی. انسجام و تجهیز خیزش های مردمی تحت چتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و اقدامات عاجل جهت سرکوبی دشمنان بحث و فیصله نمودند. حملات طالبان به شهرهای ایبک، فیض‌آباد، سمنگان و پل خمری. این جنگ تبلیغی است. انشاءالله ما به مو وعده‌ای که به مو تعهدی کردیم مسالگی میکنیم. به هر جای اگر پیش شود فرزندای راستین شما طاقت را خونی که در بدن دارد شما دفاع میکنند. برگزاری یک نشست سه روزه در مورد صلح افغانستان در دوحه. 76 سالیارد بمباردمان اتمی آمریکا بر شهر ناگاساکی ژاپن. و نگرانی اتاق تجارت از حملات و مراکز بازرگانی. در نشست رئیس جمهور غنی با رهبران سیاسی و جهادی روی تجهیز سریع خیزش های مردمی فیصله صورت گرفته است. ارگ ریاست جمهوری میگوید که این رهبران همزمان با حمایت از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نقش بسیج های مردمی را برای ایستادگی در برابر تحرکات گروه طالبان بسیار مؤثر خواندند. بیشتر با رفیع صدقی. پس از شدت گرفتن نبردها در بسیاری از بخش‌های کشور، بسیج‌های مردمی در برابر گروه طالبان شکل گرفت. بسیج‌هایی که در کار بهبود وضعیت امنیتی اثرگذار گفته شده است. در نشست روز دوشنبه رئیس جمهور غنی با شماری از رهبران سیاسی و جهادی، فیصله شده است تا نیروهای بسیج مردمی به گونه سریع تجهیز و تمویل شوند. در این دیدار رهبران جهادی و سیاسی ضمن حمایت از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مورد انسجام و تجهیز خیزش های مردمی تحت چتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و اقدامات عاجل جهت سرکوبی دشمنان بحث و فیصله نمودند. حزب جنبش اسلامی میگوید که بر بنیاد پیشنهادات رهبران سیاسی و جهادی برای جمهور قرار است مسئولیت کلان نظامی و مارشال دوستم داده شود تا در میدانهای جنگ تغییر به میان آید. پیشنهادشان همی بوده که مارشال دوستم مسئولیت بخشای کلان نظامی افغانستان را به دوش بگیرند و نکته مهم دیگه ای که ایجاد سوق اداره های صحرایی هم یکی از مسائل بوده که قبلا در طرح مارشال صاحب دوستم هم بوده. از سوی هم حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاکید می‌ورزد که تجهیز بسیج های مردمی در کنار نیروهای امنیتی در میدان های جنگ بسیار اثرگذار است. قطعا برای بسیج مردمی و برای حضور مردم در صحنه جنگ نشست و تاثیر مستقیم خود داره، چون رهبران سیاسی و مسئولین و حکومتی مشترکاً تصمیم میگیرند که قرار است با این تصمیم بتوانند از جمهوریت و از نظام و از سلطه‌های 20 ساله دفاع بکنند. پس از شدت گرفتن حملات گروه طالبان در بسیاری از ولایت‌های کشور، بسیج‌های مردمی در برابر این گروه ایجاد شد، اما عدم تجهیز این بسیج‌ها از سوی حکومت انتقاد برانگیز شد و به تازگی حکومت تصمیم گرفته است تا بسیج‌های مردمی را در برابر گروه طالبان تجهیز کند. طالبان در 24 ساعت گذشته بر مرکزهای 4 شهر بزرگ حمله کردند. شهر پل خمری در بغلان، ایبک در سمنگان، مزار شریف در بلخ و فیض‌آباد در بدخشان از بخش‌هایی هستند که طالبان برای تصرف آنها تلاش می‌کنند. حالا هرچند از افتادن بخش‌هایی از شهر ایبک سمنگان به دست طالبان سخن گفته می شود، اما ارتش می گوید که حمله های طالبان بر این شهرها با شکست روبرو شده. از سوی هم ولسوالی نجراب در کاپیسا برای دومین بار به دست طالبان افتاد. شاپور فرهمند. طالبان از نیمه های شب گذشته حمله هایشان را از چندین بخش برای تصرف شهر پل خمری ولایت بغلان آغاز کردند. هرچند درگیری ها هنوز هم در حومه های شهر ادامه دارد، اما طالبان موفق به تصرف این شهر نشدند. این جنگ تبلیغی است. انشاءالله ما به مو وعده‌ای که به مو تعهدی کردیم مسالگی میکنیم. هیچ چیزی کرده نمیتونه. در هر جای اگر پیش شود فرزندای راستین شما طاقت را خونی که در بدن دارد شما دفاع میکنند.
همزمان منابع محلی و برخی نمایندگان ولایت سمنگان در مجلس تایید میکنند که بخشای از شهر ایبک به دست طالبان افتیده و درگیری ها هنوز هم ادامه دارد. مردم سلاشور با عزت و پر افتخار ولایت سمنگان، با شما ما اطمینان میتم که تا یک قطره خون در رگ دارم با مقابل اجنبی ها میجنگم. بلخ و فیض‌آباد نیز در شبانه روز گذشته گواه حملات تهاجمی طالبان بودند. نیروهای خیزشی ما در پهلوی نیروهای امنیتی است، بسیار با مورال عالی و رزمی هستم، می جنگن و می رزمن. از کاپیسا هم خبر می رسد که ولسوالی نجراب این ولایت برای دومین بار به دست طالبان افتاده است. از سوی هم پس از افتادن شهر طالقان به دست طالبان، صدها نیروی دولتی با عقب نشینی از این شهر به سوی ولسوالی های فرخار و ورسج رفتن و این ولسوالی ها را تصرف کردند. وضعیت بگونه بود که هیچ کس از خانه برآمده نمیتونست و این مردمایی که میبینی خدا کشیده در مدت 5 دقیقه جنگ خاموش شدن، خدا بزر کرده. همزمان نبردهای شدید در اطراف و داخل شهرهای قندهار و لشکرگاه در جنوب جریان دارد. روز عملیات در قندهار ولایت در خلق و در دفاع و در تعقل منزبل پرمخه ادامه. تا هنوز مراکز ولایت‌های نیمروز، جوزجان، سرپل، تخار، بخشی از قندوز و بخشی از شهر سمنگان به دست طالبان افتادند. وزارت دفاع می‌گوید که نظامیان افغان در هماهنگی با خیزش‌های مردمی برای تصرف بخشی از دست رفته تلاش دارند. قرار است یک نشست سه روزه در مورد صلح افغانستان در دوحه برگزار شود. وزارت دولت در امور صلح میگوید که از جانب افغانستان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم استانکزی رئیس هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان و سید سعادت منصور نادری شرکت میکنند. گفته میشود که در این نشست نمایندگان گروه طالبان نیز اشتراک خواهند کرد. اکبر لودین. در اوج خشونت ها و حملات گروه طالبان بر مراکز ولایت ها قرار است یک نشست سه روزه در مورد صلح افغانستان به میزبانی دوحه برگزار شود. در این نشست که به همکاری سازمان ملل و امریکا از تاریخ 10 تا 12 آگوست برگزار می شود، به نمایندگی از افغانستان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم استانکزی رئیس هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان و سید سعادت منصور نادری شرکت می کند. در این نشست روی ختم خشونت ها، تسریع روند صلح و ایجاد هماهنگی میان کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان به صورت میگیرد. این نشست به هدف ایجاد هماهنگی کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت های جاری در کشور برگزار می شود. قرار است در این نشست اعضای گروه طالبان نیز شرکت کنند. پیش از این یک نشست دیگر به شمول شمار از سیاستگران مطرح افغانستان با حضور عبدالله عبدالله و اعضای هیئت گفتگو کننده طالبان به تاریخ 17 و 18 جولای در قطر برگزار شده بود. گپ اساس بین خود افغان ها هست. تا که مشکل ما بین خود حل نکنیم، با امید همسایه ها هیچ وقت مشکل افغانستان فکر نمیکنم حل شد. در دیدار پیشین هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان به ادامه گفتگوهای سیاسی تاکید شده بود و همچنان دو طرف اعلام کرده بودند که باید از تخریب زیربناها جلوگیری شود، کاری که به گفته بسیاری ها طالبان به آن حرمت نگذاشتند. شدت درگیری ها در شهر لشکرگاه تکان دهنده است و قربانی شدن روزافزون غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان فاجعه کلان انسانی به دنبال خواهد داشت. شماری از فعالان مدنی هلمند از حکومت می خواهند که بیدرنگ برای نجات لشکرگاه دست به کار شوند. این فعالان مدنی با صدور اعلامیه ای از سازمان ملل متحد می خواهند تا برای پایان جنگ در افغانستان بر گروه طالبان و حامیان این گروه فشارهای واقعی وارد کنند. رفیع صدقی. به دنبال شدت گرفتن نبردهای سنگین در ولایت هلمند به ویژه شهر لشکرگاه، شماری از فعالان مدنی این ولایت در کابل گرد آمدند و خواستار نجات لشکرگاه و باشندگان این شهر هستند. این فعالان مدنی تاکید می‌ورزند که دین اسلام دین وحشت و نفرت نیست و کشتار مسلمانان باید توقف داده شود. کمو جو تاسی منسجم نسو ف اتفاق نسو د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ملاتړ ونکو او د خپل نظام ملاتړ ونکو، موږ تاسې دشمنان لرو، که شرق دی که غرب دی ټول زموږ دشمنان دي. لطفا خپل عزیزان خپل وطنداران نور مه پوژنی، نور د دې وخت نه دی، باید د عقل او د منطق څخه کار واخلو، د مذاکرې څخه کار واخلو.
در همین حال مشاور رئیس جمهور در امور مردمی میگوید که در برابر تحرکات گروه طالبان همه مردم باید یک دست ایستادگی کنند. طالب د خلکو د کورو څخه استفاده کوي، د خلکو کورو ته داخل شوی دی، خو مخکې باید تر دې باید دوی مخنیوی کړی وای. داسې وینه کوي وستې زمینی جنگ ورسره وسي، پیاده جنگ دی ورسره وسي. دا طالب دونی توان نه لري، دا طالب دونی طاقت نه لري. با این حال فعالان مدنی هلمند با صدور قطعنامه ای از سازمان ملل متحد می خواهند تا برای پایان خشونت ها در افغانستان بالای گروه طالبان و حامیانشان فشارهای راستین وارد کند. به جګړې پر وړاندې سکوت ماتوم کې داله د ملګرو ملتونو سازمان څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د طالبانو په قطر دفتر او کټو شورا سیاسي فشار راوړي تر څو په ښارونو کې د ډله ییزو بریدونو مخه ونیسي او ملکي مرګ ژوبله چې تر ډېره یې سبب وسلوال طالبان دي راکمه کړي. این فعالان مدنی تاکید می ورزند که در کنار هلمند بسیاری از ولایت های کشور گواه حمله های گروه طالبان بوده که در نتیجه بیشتر غیر نظامیان قربانی شده و هزاران خانواده بیجا شده که نیاز به کمک های جدی بشری دارند. ادامه خبرها پس از رفت و برگشت. خوش آمدید. صدها خانواده از ولایت‌های شمال به ویژه قندوز، تخار و بغلان با فرار از جنگ به کابل پناه آوردند و در کنار جاده‌ها و پارک‌ها مسکن گزین شدند. این آواره‌های جنگ می‌گویند که پس از مبدل شدن خانه‌هایشان به خط‌های نخست نبرد، همه دار و ندارشان را در نتیجه درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و دفاعی و طالبان از دست دادند و تنها موفق به نجات جانشان شدند. از سوی هم این بیجا شده ها نیاز فوری و جدی به کمک های بشری دارند. شاپور فرهمند. پارک های پایتخت اردوگاه آوارگان جنگ موفق شدند که پس از افتادن شهر قندوز و تخار به دست طالبان و جنگ در ولایت بغلان خودشان را به کابل برسانند. زنان، دختران، کهنسالان و کودکان که این گونه بهای جنگ را می پردازند. در خاطر یک تیاره، در خاطر یک بمی طالب، در خاطر یک را که طالب کلی مسلمان های بین را بچه خانه های مردم خراب شد. زی خونه ها در گرفت، زندگی ها در گرفت. و این تلاشی است برای به دست آوردن اندک کمکی که از سوی باشندگان کابل به این آوارگان می رسد. شاید در گرفت، خانه در گرفت، ما شخصا خودم در روزه ایلا کردیم برای آمدیم. تنها شخصا سر کشیدیم. این همینجا یک تا نامده که برادر ها شما پودریستین یا در مجلس ها شما انسان هستین همینجا آمدین شود تیر کردین دمیجا. برای عبدالله حالا رسیدگی به این خانواده بزرگی که با او است خیلی دشوار شده. از جمله برای کودکانش در این گرمای شدید و فضای باز. خانه در گرفت، توان خورده، مرمی خورده، مردم مواره شده. ده فامیل هستیم، اینو میجه دو فامیل شای تخار است، هشت فامیل دیگه شای قندز است، آواره هستیم، در بدر هستیم. کمک های حکومت تا هنوز به این آوارگان نرسیده است. تنها باشندگان کابل برخی کمک های اولیه را در اختیار اینان قرار دادند. نان آوردیم، شیر آوردیم، برشان کمک کردیم. اینو بیچاره رو میبینی بدبختانه. همه اینها از زیر گلوله های دو طرف جنگ از ولایت های شمال به ویژه قندوز و تخار فرار کردند و اینجا به کابل پناه آوردند. میگویند که همه دار و ندارشان در اثر درگیری ها از دست دادند و در حال حاضر هم به کمک های فوری و جدی بشردوستانه نیاز دارند. شاپور فرهمند، آریانا نیوز، کابل. محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان از کابل وصل هستند. درود بر شما آقای باهر، ممنون از حضورتان در برنامه. از اینجا اگر آغاز کنیم که وضعیت بیجا شدگان داخلی چگونه است؟ با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. متاسفانه ناامنی های اخیر و خشونت هایی که در شهرها جریان دارد فعلا نگرانی ما را بر این افزوده که ما نتانیم به بیجا شده ها در شهر در برخی از شهرهایی که فعلا درگیر هستند، درگیر جنگ هستند، کمک رسانی بکنیم. این مهمترین موضوع است در حال حاضر برای بیجا شده های داخلی و یک زنگ خطر هم هست برای که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ما به بیجا شده ها در بسیاری از ولایات روند کمک رسانی ما متوقف خواهد شد
و در این صورت یک فاجعه انسانی در داخل افغانستان رو خواهد داد. دقیقاً چند خانواده را تشخیص دادین که بیجا شدن؟ خب شما میفهمید که ناامنی ها و خشونت ها به هر اندازه‌ای که دامن پیدا بکنه روند بیرونی هم افزایش پیدا میکنه، ولی آنچه را که همکاران ما در 34 ولایت تشخیص دادن و سروی کردن، تا هنوز حدود 57,000 خانواده از محلات اصلیشان به دلیل ناامنی ها و خشونت ها خانه هایشان را ترک کردن. در 15 روز اخیر ماه اسد حدود 5,300 خانواده هستند که از خانه هایشان بیجا شدند و بیشتر این بیجا شده ها در ولایت ننگرهار، در ولایت کندوز، قندهار و هلمند است. در همین 4 ولایت ما بیشتر از 35,000 خانواده را داریم که از محلات اصلیشان بیجا شده. اما آقای باهر، واقعا این آمار نهایی شماست و چقدر با نهادهای دیگه در هماهنگی بسر میبرین و پیش میرین؟ یک موضوع در قسمت آمار وجود داره، یکی است که وزارت دولت در امور حوادث آمار را که نشر میکنه از آمار 72 ساعت اول است که در که این آمار یعنی قابل تغییر است، به این دلیل که برخی از بیجا شده ها پس از ختم حالت اضطرار به خانه هایشان برمیگردند و یک تعداد دیگه هم در یعنی پس از بازگشت ای بیجا شده هایی که پس از ختم حالت اضطرار به خانه هایشان برمیگردند، آمار دقیقاً پایین می آید. و اگر کمیسیون مستقل حقوق بشر هم اگر آمار نشر کرده، او آمار بیشتر بر اساس عرایض و بیشتر بر اساس ای است که مردم درخواست داده، او آمار هم قابل تغییر است، ولی آمار نهایی که ما داریم بیجا شده هایی است پس از 72 ساعت به حالت بیجا شدگی باقی میمانند و اینا به عنوان بیجا شده های دوامدار در افغانستان به ثبت میرسه. ما فراموش نکنیم که قندوز، تخار، سرپل و چند ولایت دیگر دیروز در آتش جنگ میسوختند. بیجا شدگان هم تعدادشون خیلی زیاد هست. تشخیص دادین دقیقاً در همین یک هفته اخیر چند خانواده بیجا شدن؟ در همین یک هفته اخیر حدود 3,000 خانواده آنچه را که همکاران ما به ما گزارش دادن از محلات اصلیشان بیجا شده. در همین 3 ولایت و بله و اینا مستحق شناسایی شدن، ولی عرایض دیگه هم وجود داره مبنی برای که کسایی هم هنوز هم هستن که منتظر سروی هستن. پس از سروی یقیناً به تعداد بیجا شده های ما افزوده خواهد شد، ولی تا هنوز آنچه را که از سروی های ما بیرون آمده همین 57,000 خانواده است و در 2 هفته گذشته 5,300 خانواده. حالا 80,000 خانواده ای را کمیسیون مستقل حقوق بشر ذکر کرده بودن، حدوداً 3 یا 3.5 هفته پیشتر، این خود میتونه قابل تمکین باشه. خب میگذاریم از بحث آماری، میگذاریم میایم به بحث اجرایی. چه کار کردین برای این بیجا شدگان؟ ما فعلا متمرکز روی وضعیت اولیه بیجا شده ها یا مقدمات اولیه و بیجا شده ها هستیم و تا هنوز تانستیم از اول سال تا هنوز به حدود 90,000 خانواده کمک رسانی بکنیم. یعنی آنچه را که همکاران ما ارسال کرده، تعداد کسانی که کمک شدن نسبت به کسانی که در سال 1400 بیجا شدن بیشتر است، خاطر ای که بیجا شده های سالهای گذشته هم در بسته‌های کمکی ما شامل بودن که مستفید شدن و برخی از خانواده های بومی دیگه هم از بسته‌های ما کمک از بسته‌های کمکی ما مستفید شدن. به این دلیل حالا اقلام کمکی چی بوده؟ نیاز است که اندک بیشتر بدانه بینندگان. بر اساس یک سروی که مشترکاً توسط وزارت امور مهاجرین، وزارت دولت در امور حوادث و سایر اعضای کمیته حالت اضطرار تشخیص داده میشه، بر اساس همین سروی ما به خانواده های نیازمند پول نقد، مواد غذایی، وسایل خانه و آشپزخانه، این جزء اقدام کمکی ماست که به بیجا شده ها توزیع میشه. و در 2 سال اخیر به خاطر اینکه ما توجهی به وضعیت صحی بیجا شده ها هم داشته باشیم، بسته های صحی را و بسته های بهداشتی را هم به بیجا شده ها توزیع میکنیم به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در میان بیجا شده ها. اینها جزء برنامه ها یا جزء بسته های کمکی بشردوستانه ما است که با هماهنگی و نظارت وزارت امور مهاجرین از طرف مؤسسات به بیجا شده ها توزیع میشه.
جنگ هم هر لحظه شدت یافته روان است و آمار بیجور شدگان هم هر روز یا با گذشت هر ساعت بلند میره. آمادگی بعدیتون چی است؟ به چه تعداد خانواده ها آمادگی دارین که با مشکل مواجه نشین و با مشکل مواجه نشن؟ ما هر ساله برای 500 هزار خانواده، همون قسمی که من پیش ازی هم در برنامه هایتان گفتیم، هر ساله برای 500 هزار خانواده، برای 500 هزار نفر در داخل افغانستان آمادگی لازم را داریم. با هر خانواده اوسطش چند نفر است؟ هر خانواده اوسطش بر اساس همو معیاری که در وزارت امور مهاجرین و همکاران بین المللی ما وجود داره 7 نفر در نظر میگیریم. پس بر این اساس یک کمکایتون باید تمام شده باشه، چون این 50 چند هزار رک شما میگین، 57 هزار رک شما میگین، 80 هزار رک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه، 7 نفر را در نظر بگیرین، کمکایتون خیلی محدود شده پس کم مانده. بله بله، یعنی کمک‌های ما محدود نشده، بلکه ما در اوایل سال پیشبینی موضوع بودیم که امسال با توجه به ناامنی‌ها و خشونت‌هایی که وجود داره تعداد بیجار شده ها دو برابر خواهد شد، و همون خاطر از مؤسسات درخواست موضوع رو کردیم که برای یک رقم بلندی بیجار شده ها آمادگی لازم را داشته باشند، به دلیل اینکه بسته های کمکی از طرف مؤسسات صورت میگیره. این بسته های کمکی که نیاز است، پس از این و شما دقیقا تشخیص دادین و نیاز سنجی کردین، در چه حد است؟ خیلی کوتاه، در حد 20 ثانیه مانده. خب این بسته ها در اختیار مؤسسات است، عمدتا در ساحات ناامن است، به خاطر از اینکه انتقال بسته های کمکی، انتقال جنس با دشواری روبرو میشه. در بسیار از ساحات ما به بسیار از بیجار شده ها پول نقد برای آسانی کار توزیع میکنیم، تا اینکه اونا بتانن خودشان به نیازمندیشان رسیدگی بکنن. بسیار تشکر. محمد رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان، از اینکه وصل شدین در برنامه. وقفه میگیریم. خوش آمدید. خبرنگاران در ساحات جنگی با تهدیدهای جدی روبرو هستند و همچنان در مناطقی که در اداره طالبان قرار گرفتن، خبرنگاران از فعالیت باز مانده و نهادهای حامی خبرنگاران هم به ابراز این مطلب میگویند که ادامه وضعیت نگرانی های جدی را در برابر کار خبرنگاری ایجاد کرده. هرچند گفته می شود که حکومت مکان امنی را برای خبرنگاران در ولایت های ناامن در نظر گرفته، اما این مسئله از نگرانی ها نمی کاهد و این نهادها همچنان از طالبان می خواهند که قوانین جنگی را رعایت کنند و به خبرنگاران آسیب نرسانند. بیشتر با روحید اندیشمند. با شدت گرفتن نبردها و پیشروی طالبان در شماری از ساحات، کار برای خبرنگاران محلی به ویژه مناطقی که زیر اداره طالبان است سخت‌تر شده است. بر بنیاد اطلاعات بسیاری، خبرنگاران در مناطقی که در اداره طالبان آمدند مخفی شدند یا از کار دست کشیده و محل خود را ترک کردند. در مناطقی که فعلا جنگ وجود داره و حکومت حاکمیت داره، وضعیت طور است که نهادهای حکومتی مسئولیت گرفتند تا یک جای مشخص را در صورتی که وضعیت بسیار خراب میشه برای خبرنگارا در نظر بگیرن، تا کم از کم خبرنگارا مسئول باشه جانشان. نهادهای حامی خبرنگاران وضعیت موجود به ویژه در مناطق جنگی را برای خبرنگاران نگران کننده میدانند و میگویند که خبرنگاران در وضعیت دشوار زندگی میکنند. تعدادی از همکاران ما از این رسانه ها متواری شدند، برخی هم رسانه هایشان کارشان متوقف است و این بزرگترین آسیبی است که در 20 سال گذشته مانند نداشته در افغانستان. شماری از خبرنگاران هم در کنار اینکه نگرانی از ادامه شغلشان دارند، با در نظر داشت عملکرد طالبان از این گروه میخواهند که آزادی بیان و امنیت خبرنگاران را در نبردهایشان با دولت در نظر بگیرند. طالبان که تا چند روز پیش ادعا میکرد که با آزادی بیان حرمت میگذارن و به هیچ خبرنگار آسیب نمیرسن، اما متاسفانه میبینیم که به نحو میخواهند خبرنگار عالی دست خود قرار بدن. طالبان میآیند قیودات وضع میکنند و رسانه را تحت تسلط خود قرار میدن که به نفع اینا نشرات داشته باشند. اینجاست که صدای آزادی بیان خفه میشه. بر بنیاد آمارها در چند هفته شدت نبردها در بخشهایی از کشور
ده ها رسانه از فعالیت باز ماندند و همچنان اداره چند رسانه به دست افراد طالبان افتاده و یک خبرنگار در هلمند نیز ربوده شده است. پیکر طوفان عمری مسئول رادیو پکتیاغک امروز در کابل به خاک سپرده شد. اعضای خانواده این خبرنگار میگویند که او حدود 20 روز پیش از سوی تفنگداران مسلح تهدید شده بود و این موضوع را با حکومت هم در میان گذاشته بودند. خانواده طوفان عمری حکومت را در تامین امنیت مردم به ویژه خبرنگاران متهم میکنند و میگویند که در 3 سال اخیر 3 عضو خانواده ایشان را که همه خبرنگار بودند از دست دادند. اکبر لودین. خانواده ای که 30 پسرش را به جرم خبرنگاری از دست داد. اعضای خانواده طوفان عمری میگوید که در 3 سال گذشته 3 پسر خود را که همه خبرنگار بودند از دست دادند. طوفان عمری مسئول رادیو پکتیاغگ و دادستان مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی مرکز عدلی زندان بگرام روز گذشته در ولسوالی دیسبز کابل از سوی تفنگداران ناشناس ترور شد. در این رویداد یک دادستان دیگر نیز جان باخت و یک دادستان دیگر زخمی شد. با بیش مریض بود و برتان ویزا میگیرم. اعضای خانواده طوفان عمری میگوید که او 20 روز قبل در نزدیک خانهش از سوی تفنگداران سوار بر یک موتر 6 اسیا تهدید شده بود. موتر 6 اسیا کتی 3-4 تا بادیگار دا سلا در سر شانیشان در موتر بودن. این بچه ایم آمد میخواست که موتر خود در داخل اولی کنه. آرام زد بچیم و اومس نشد. از موتر دو بادیگار تا شد اینو تو بچه مرا زیر زناکی زد. ما پار سال برادرم ژورنالیست بود. زحل پشتونیار عمری شهید شد. امسال ما به سالش آمده بودم که برادر دیگه خود از دست دادم. در این دولت افغانستان هیچ انسان باید تحصیل نکنه. باید کراچی داشته باشه. سال پار نیز یک برادر طوفان عمری به جرم خبرنگاری در نزدیک درب خانه‌اش از سوی تفنگداران مسلح ترور شده بود. اعضای خانواده او میگویند که یک خواهر آنان که او نیز خبرنگار است به دلیل تهدیدها کشور را ترک کرده است. قاتلای برادر مرا باید بس باد برسانند که هر کسی هست، هر کسی که به دوش گرفته یا نگرفته یا نه باید معلوم کنند. چون از ما فامیل ما هنوزم زیر تهدید هستیم. هرچند مسئولیت قتل این خبرنگار را گروهی به عهده نگرفته است، اما شماره از خبرنگاران وضعیت کنونی کارمندان رسانه‌ای در کشور را نگران کننده می‌داند. این خبرنگاران تاکید دارند که اگر جلو تهدیدها در برابر آنان گرفته نشود، بیشتر خبرنگاران مجبور به ترک کشور خواهند شد. در رسانه کارکون که خبریالان طول هر روز د روان جګړې چې د دواړو طرفونو صورت نیولې ده او یا تر تهدید لاندې دي، د ډېرې اندېښنې سره مخ دي، ژوند په خطر کې ده. این در حالی است که نعمت الله همت مسئول رادیو بوس در هلمند درست پیش در نزدیکی خانهش از ولسوالی نوای هلمند را بوده شد. منابع گفتند که گروه طالبان وی را بوده است. شماری از فعالان حقوق زن و فعالان مدنی میگویند که گروه طالبان باید خشونت ها را در برابر مردم پایان بدهند. آنان تاکید دارند که طالبان در کنار کشتار غیر نظامیان با مردم برخورد غیر انسانی دارند و آنان تاکید می کنند که حکومت باید برای مهار این وضعیت هرچه زودتر اقدام های جدی را روی دست گیرد. آنان میگویند که طالبان باید به صدای صلح خواهی مردم پاسخ مثبت بدهند. با پیشروی طالبان در شمار از ولایت‌های افغانستان از هر گوشه کشور صداهای صلح‌خواهی یا اینکه دیگر جنگ بس است بلند می‌شود. اینجا شمار از فعالان حقوق زن و فعالان مدنی می‌گویند که باید گروه طالبان خشونت‌ها را در برابر مردم افغانستان پایان دهند. طالبان با افراد ملکی و مردم عامه هنوز با زبان شلاق و نوک و برچه و قنداقه تفنگ صحبت می کند. کسانی که به نام اسلام چنین جنایت ها را انجام می دهند باید بدانند که به خاطر عزت یک زن حاکم وقت لشکرکشی نمود. پس می توان نتیجه گرفت که این افراد از تاریخ اسلام هم نیز با خبر نیستند. شمار از فعالان مدنی همچنان به گروه طالبان گوشزد می کنند که قانون جنگل برای شهروندان کشور پذیرفتنی نیست و باید به نداهای صلح‌خواهی تن دهند. اما ما در افغانستان انسان وحشی را نمی خواهیم حکومت بکند. ما طالب را نمی خواهیم که امروز به خواهرمان، به مادرمان، به عزت و حرمتمان تجاوز بکند و او را برده خود خطاب بکند.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که گروه طالبان در ساحات زیر حاکمیتشان با باشندگان آن محل برخورد غیر انسانی دارند و باید حکومت برای نجات مردم از این وضعیت دست به کار شود. مردم ما از جنگ نمرد، از تشنگی میمره، از گشنگی میمره، از بیابی میمره، اما شما چرا گوش نمیکنید؟ چرا به صدای مردم لبک نمیگین؟ امروز مردم به ما قتل عام شد. بیش از این نیز شمار از باشندگان کشور و فعالان مدنی از وضعیت زندگی مردم در ساحات زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده بودند، هرچند طالبان گفتند که با مردم کاری ندارند. عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی در حومه های شهر هرات همچنان ادامه دارد، هرچند در 24 ساعت گذشته طالبان از 3 موقعیت در اطراف شهر حمله کردند اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. مقام های محلی هرات میگویند این روزها شهر هرات وضعیت آرامتری را تجربه میکند و حضور مردم در بازارها هم پررنگ شده. در خط نخست جنگ دو برادر که یکی از آنها موسیقی مینوازد و دیگری ورزشکار است وارد جبهه مقاومت مردمی شدند و در برابر طالبان ایستادگی می کنند. آنان تاکید دارند که نمی خواهند به دوران تاریک گذشته برگردند. محسن کریمی. این روزها در حومه های شهر هرات صدای گلوله کمتر شنیده می شود. اوضاع امنیتی در غرب شهر هرات بهتر شده است. اما در جنوب و شرق هنوز هم جنگ ها به گونه پراکنده وجود دارد. این وضعیت مردم را از خانه هایشان دور ساخته و کاروبارشان متوقف است. مکتبا بچه ها ببسته شده، خانه هم در خانه، پدر و بیکار، مادر و بیکار، فشارش بالا رفته، دل و دشا واقعانه نمیداره ببری. خانه ها موبیل کرده، در و بول کرده، تمام اساس زندگانی داریم به داخل خانه ها پرته. اینجا در ساحه غرب شهر هرات، جایی که بیشترین نیروی جبهه مقاومت حضور دارند. این دو برادر کنار هم ایستادند و در برابر طالبان سینه سپر کردند. سید عظیم و سید قاسم که یک ورزشکار و دیگر موسیقی می نوازد جنگ افسار گرفتند تا مانع ورود طالبان به شهر شوند. آنها می گویند نمی خواهند دوباره به دوران تاریک گذشته برگردند. خودم موزیسین هستم و امروز تفنگ گرفتم، کارم تفنگ نیه. من امروز به این خاطر تفنگ گرفتم که از ناموس خود، از خانواده خود، از شهر خود دفاع کنم. مجبور شدیم به خاطر دفاع از فامیل خود، به خاطر دفاع از شهر خود دوباره سلاح بگیریم و فعلا هم انگیزه جنگ داریم و دشمن ان شاء الله نابود میکنیم. نیروهای امنیتی دروازه های ورودی شهر را مستحکم ساختند و حتی راه های فرعی را نیز زیر ذره بین دارند. مقام های محلی هرات میگویند در حال حاضر وضعیت زیر اداره شان است. وضعیت در شهر هرات بهتر است. نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت کامل سر اوضاع دارند. مردم و شهروندان ما مصروف کار روزمره خود در شهر هستند. عملیات تصفیه نیروهای دفاعی و امنیتی ادامه دارد. امروز عملیات در شمال غرب شهر آغاز شده. با آنکه دو روز اخیر تا حدود وضعیت آرامتر بوده اما مردم هنوز هم سراسیمه و نگران هستند. در ساحات نزدیک به کمربندهای امنیتی ده ها دکان مسدود هستند و کوچه و پس کوچه ها خلوت شدند. نبردها باعث شده که در یک ماه گذشته 3,500 خانواده از مناطق مختلف پکتیا به شهر گردیز بیجا شوند. مسئولان در ریاست امور مهاجران این ولایت میگویند که در بسیاری مناطق هم درگیری وجود دارد که در مورد بیجا شدگان بررسی کرده نمیتوانند. بیجا شدگان میگویند تنها توانستند جان خود را نجات دهند. اموالشان در مناطق جنگی باقی مانده. آنان در وضعیت بد زندگی میکنند و از حکومت میخواهند که برایشان کمک کند. نبردها در پکتیا نیز باعث شده است که هزاران خانواده منازل و مناطقشان را ترک کنند و به شهر گردیز بجا شوند. ریاست امور مهاجرین میگوید که در یک ماه گذشته به شمول شمار از مناطق شهر گردیز 3,500 خانواده از مناطق مختلف این ولایت به شهر بجا شدند و به دلیل جنگ نمی توانند تمام این بجا شدگان را سروی کنند. جګړه په هر څه اړیز شندي او د موږ سرویګانی هم متضرر کړی دي. د موږ د سروی حلقه ډیره تنګه شوې ده او یوازې د ګردیز په امنه ساحو کې سروی کوو، حالانکه ډیر بې وزله هیوادوال او پکتیاوال چې له جګړو نه پکړه شوي دي په هغو سیمو کې اوسیږي چې هلته د سروی د ټیمونو لپاره تهدید ده.
بجا شدگان در شهر گردیز میگویند که به دلیل نبردهای شدید خانه های خود را ترک کرده و تنها جانهایشان را نجات دادند. آنان خواهان همکاری حکومتند. جنگ لواز نواز دومره مشکل مخت پیخری سورا زکون خوراکه مواد زن سرول و آغا ختم سو چه ولا کی وس نقد پیسې لرو خلخانیم په پردو کور کې پرتی دی ډیر خوند بوک دا نړۍ جاغه ده صدا خو دري بالکل د اسلام کوسل رام اسلام د هم اسلام د خبر شو کوسل د یو کلمې ورولای خو چې و دري چې خدای موږ تاسو خپل عملونه سرګال وای چې یو طرف مو دري بل طرف ته خوشاله شي مشکل ډیر دی زه خپل لاسګاړې جوړوم ولا خلخانه مې ده خلخانه اداره یم ولا خلخانه لاسګاړې باندې د مزدوري نه کیږي د مرستې طلاقه نه راکړي. باشندگان خوست از حکومت میخواهند که به وضعیت امنیتی این ولایت توجه جدی کند تا طالبان مسلح وارد شهر نشوند. در بخش جهان، از 76مین سال بمباردمان اتمی آمریکا بر شهر ناگاساکی یادبود به عمل آمد. در این مراسم نخست وزیر ژاپن و بیش از 500 اشتراک کننده شرکت کرده بودند و از جان باختگان آن حادثه یادبود به عمل آوردند. ایالات متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم با پرتاب دو بم اتمی بر شهرهای ناگاساکی و هیروشیما نزدیک به 210 هزار نفر را هلاک کرد و بیش از 150 هزار تن دیگر را زخمی ساخت که اثرات آن تا کنون نیز بسیاری ها را در این دو شهر متاثر کرد. درست سال 1945 بود که ایالات متحده آمریکا با هواپیمای B-29 با نام مستعار پسر کوچک شهرهای یوریشیما و ناگاساکی ژاپن را با پرتاب دو بمب اتمی در فاصله 3 روز کاملا محو کرد و هزاران تن را به کام مرگ فرستاد. از آن روز تا کنون 76 سال می‌گذرد و نخست وزیر ژاپن حالا از آن گرامی داشت به عمل آورد. من میخواهم همدردی و تسلیت خود را برای قربانیان بمب اتمی ابراز کنم. همچنین میخواهم با کسانی که هنوز از عوارض پس از تابش اشعه آن رنج میبرند ابراز همدردی قلبی کنم. نخست وزیر ژاپن ظاهرا همه را بخشیده است و او حالا تمرکز دارد که با بلای دیگر جهانی که ویروس کرونا است جهان را دعوت کند که در برابر آن همه تلاش هایشان را به خرج دهند تا این پدیده به گونه کامل از روی جهان برچیده شود. جهان با چالش جدید عفونت‌های کرونا ویروس روبرو است و نبرد با ویروس برای غلبه بر آن ادامه دارد. ما تمام تلاش خود را برای غلبه بر این بیماری عفونی به کار خواهیم بست تا بتوانیم در اسرع وقت به زندگی روزمره ایمون و سرزنده بازگردیم. برآورد شده است که نزدیک به 210 هزار تن در این حمله از سوی آمریکا هلاک شدند. بسیاری از افراد حتی با گذشت سالها از این حادثه در این دو شهر از اثر اشعه های بمب اتمی در مرز امراض گوناگون قرار دارند. با بخش اقتصادی باز می‌گردیم. و این بخش هم خوش آمد. درگیری ها در ولایت های هلمند، قندهار، جوزجان، هرات و شماره دیگر از ولایت های کشور میلیون ها دلار به بخش بازرگانی آسیب زده. برخی از بازرگانان می افزایند که شماری از مراکز بازرگانی در چند ولایت نیز تخریب شده که نگران کننده است. این بازرگانان از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به مراکز بازرگانی آسیب نرسانند. درگیری های اخیر در کشور به سکتور خصوصی و بخش بازرگانی کشور زیان های زیادی وارد کرده است. فدراسیون اتاق های کشور می گوید که بخش بازرگانی و اقتصادی کشور به شدت زیر فشار است و اگر طرف های درگیر متوجه وضعیت نشوند ماشین اقتصادی کشور فلج خواهد شد. به گفته آنان همه روزه بازرگانان کشور را ترک می کنند و در بخش واردات نیز کاهش آمده است. پرون هم در رئیس جمهور رو سره په دې ارتباط ملاقات درلود او د دوی نم خواهش وکړو. همدارنګه د خپل طالبانو نم هیله داده چې باید د سکتوري خصوصي او عامه شتمنۍ ساتلو ته خاصه پاملرنه وکړي. بل طرف ته دغه د ګمرکونو د بنادرو لاس په لاس کېدل دا په خپل یو دوګانه قانون دی.
در این نبردها شماری از مارکت‌های بازرگانی در برخی ولایت‌ها تخریب شدند. کارخانه تولید آرد و مارکت چپلک فروشی در کندوز، مارکت طلا و فرش فروشی در هلمند و برخی مارکت‌های دیگر در نیمروز و در شماری از ولایت‌های دیگر نیز نمونه آن است. متاسفانه اینا عریق شدن و مورد آتش سوزی قرار گرفته. چیزی را که ما در اختیار از نقطه نظر آمار باید داشته باشیم نداریم، ولی گزارش ها به ما از ولایات که رسیده به میلیون ها دلار خسارمند شدن، مارکت ها عریق شده. آگاهان اقتصاد میگویند که طرف های درگیر جنگ باید به مسئولیت پروژه های اقتصادی توجه کنند. در غیر آن افغانستان دچار وضعیت بد خواهد شد. سکتور خصوصی است که ظرفیت اشتغال بر 90% جمعیت یک کشور را سکتور خصوصی دارد. و زمانی که سکتور خصوصی هم حمایت لازم قرار نگیره وضعیت بدتر میشه، اقتصاد رکود پیدا میکنه. آگاهان اقتصادی همچنان از حکومت میخواهند که برای رشد بازرگانی سهولت های بیشتر را به بازرگانان ایجاد کند. چند رویداد اقتصادی دیگر. قسمت دوم سرک دوشی بامیان ساخته میشود. وزارت فواید عامه میگوید که این جاده در ولسوالی دوشی ولایت بغلان موقعیت داشته که از روستای شالیزار ولسوالی دوشی آغاز و تا روستای اشترجنگل این ولسوالی امتداد دارد. این سرک بیشتر از 23 کیلومتر طول و 7 متر عرض دارد که در مسیر آن 130 پایا پلچک، 9725 متر دیوار استنادی کانکریتی، نزدیک به 48000 متر مکعب دیوار استنادی سنگی و 3720 متر جویچه های آبرو اعمار و ساختمان می شود. پروژه متذکره میان وزارت فواید عامه و یکی از شرکت های ساختمانی خصوصی قرارداد گردیده که از سوی بانک جهانی تمویل می شود. کار ساخت 510 متر جاده به گونه اساسی در مرکز ولایت نورستان تکمیل شده است. وزارت انکشاف دهات میگوید که این جاده در چوکات پروگرام محلی این ولایت ساخته شده است که کار آن از قبل آغاز شده بود. در جریان کار این پروژه 7960 روزکار ایجاد شده که به گفته وزارت انکشاف دهات از آن 12300 باشنده نورستان مستفید شدند. این پروژه در بخش رفت آمد مردم سهولت بسیار زیاد ایجاد کرده است. بهای ارزها. یک دلار آمریکایی 81 افغانی و 10 پول، یک یورو 94 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 18 پول، 1000 روپی پاکستانی 497 افغانی و 1000 روپی هندی 1100 افغانی. با بخش ورزشی باز خواهیم داشت. دوره آموزش‌دهی سند درجه سوم فوتبال آسیا در کابل آغاز شد. این دوره آموزشی در دو تایم عملی و نظری برای مربیان فوتبال پایتخت در کابل برگزار شده که مسئولان هدف آن را رشد این رشته در کشور عنوان می‌کنند. عبیدالله انوری. آغاز دوره آموزش‌دهی سند درجه سوم فوتبال آسیا در کابل. 24 مربی از پایتخت برای دو هفته روش های تازه مربیگری فوتبال را در صنف سی آموزش می‌بینند. این دوره آموزشی در دو تایم عملی و نظری برای بلند بردن ظرفیت مربیان فوتبال پایتخت در کابل برگزار شده است. محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان آموزگار و ظاهر حسنی هم به مثابه دستیار آموزگار این صنف را پیش می‌برند. تا زمانی که ما فوتبال مربیای خود آموزش فنی و کادری و علمی و مکتبی نتیم و هیچ وقت نمیتونیم که سطح تغییرات در فوتبال خود در ولسوالی‌های خود بیاریم یا در مرکز یا در کلاب‌های خود بیاریم. مربیان هم ابراز امیدواری دارند تا با فراگیری این دوره آموزشی در آینده نیازهای فوتبال افغانستان را مرفوع سازند. تعدد کادرهای تخصصی و افزایش مربیان مسلکی برای رشد و ارتقای سطح فوتبال افغانستان
میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه. هر مرحله و هر کورسی که برای مربیان فوتبال در افغانستان برگزار میشه، این انتقال میکنه به یک اجتماع یا به یک جمع دیگه که بدون شک مؤثریتش خیلی در بین جوانان و به خصوص برای فوتبال پایه بیشتر هست. فدراسیون فوتبال افغانستان در طول 5 سال اخیر با برگزاری دوره های آموزشی متعدد در تلاش بوده است تا سطح علمی مربیان فوتبال در افغانستان را بالا برده، زمینه رشد حرفه‌ای این رشته را در کشور فراهم سازد. چند رویداد کوتاه ورزشی دیگر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر یکشنبه با ورزشکاران و مسئولان کاروان افغانستان برای توکیو دیدار کرد. این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، حفیظ الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش اظهار داشت که با تطبیق استراتژی تربیت بدنی و ورزش، ورزش کشور رشد چشمگیر خواهد داشت تا در بازی‌های 2024 پاریس درخشش بهتر داشته باشند. در سوی دیگر، رئیس جمهور در صحبت‌های خود تأکید کرده است در شرایط کنونی اشتراک ورزشکاران افغان در بازی‌های جهانی ارزش دارد، زیرا آنان برعکس ویرانی و مرگ، پیام زندگی، صحت و اراده ملی را انعکاس می‌دهند. این در حال است که در رویداد توکیو 2025 ورزشکار در رشته های اتلتیک، تکواندو، نشانه‌زنی و شنا حضور یافته بودند. شور و هیجان فرانسوی ها به ویژه شهروندان پاریس برای میزبانی از مسابقات المپیک 2024 از همین حالا آغاز شده است. همزمان با پایان مسابقات المپیک توکیو، پرچم المپیک به شهردار پاریس واگذار شد و قرار است فرانسه میزبان مسابقات المپیک 2024 باشد. البته این مسابقات با شعار سریعتر، بالاتر، قویتر و با هم تا 3 سال دیگر برگزار می شود. پرونده هفته نخست لیگ دسته یک فرانسه با پیروزی مارسی برابر مونپلیه بسته شد. دو تیم در آخرین بازی از هفته نخست این رقابت ها به مساف هم رفتند که بازیکنان مارسی این دیدار را با نتیجه 3-2 به سودشان پایان دادند. در ادامه بازی‌های دوستانه بین المللی باشگاهی قاره سبز، رئال مادرید با تساوی بدون گل برابر آس میلان رضایت داد، اما بارسلونا 3-0 از سر یوونتوس گذشت. در دیگر بازی‌ها، تاتنهام 1-0 آرسنال را شکست داد، لیورپول با برابری 1-1 مقابل اتلتیک بیلباو متوقف شد، فاینورد 2-1 اتلتیکو مادرید را بزانو درآورد، پارما 2-0 مغلوب اینتر شد، والکمار 2-1 از سر تورینو گذشت. وضعیت هوای فردا. برای دیدن این مجموعه خبری، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان به وبسایت ما آریانا نیوز نقطه ای اف سر بزنید. تا درود دیگر، بدرود.